بچه ها سلام، ظهرتون بخیر. این بعد پخش همجوری. خیلی خوشحالم که برای دومین جلسه در سال تحصیلی 1401 در خدمتتون هستم. جلسه گذشته که با هم کلاس داشتیم هنوز کنکور 1400 برگزار نشده بود، اما امروز کنکور 1400 برگزار شده. امروز که داریم با هم دیگه جلسه دوممون رو برگزار میکنیم، من لازم میدونم که توضیحاتی اول سری در مورد کنکور 1400 بدم، چون احتمالاً اخبار زد و نقیزی در مورد حواشیش، در مورد میزان سختیش، در مورد درسهای سخت کنکور امسال به گوشتون خورده. ببینید بچه ها، طبیعیه که همه متفق القول هم نظرن، همه اساتید، همه کارشناسان کنکور، که کنکور 1400 توی یه سری از درس ها از جمله شیمی و ریاضی و زیست شناسی و در واقع این دروسی که همتون شنیدین نسبت به سالهای قبل کنکور خیلی سختری بوده و سوالات عجیب و غریبی توش مطرح شده. اما چیزی که مهمه و شما باید بهش توجه بکنید دو تا نکته است. نکته اول این که میزان سختی کنکور در یک درسی اصلا تعیین کننده نتیجه نهایی شما نیست، چون قضیه رقابته. زمانی که کنکور سخت میشه برای همه در واقع دانش آموزا و داوطلبا و رقبای شما سخت میشه. احتمالا این جمله کلیشه‌ای رو شنیدیم، وقتی کنکور سخت میشه برای همه سخت میشه. ولی در واقع این اصلی ترین موضوعیه که کمک میکنه تا حقی ضایع نشود. یعنی درسته که کنکور اگر سخت بشود کار شما سخت میشه، اما به نظر من برای کسایی که خوب درس خوندن و سال تحصیلیشون رو پر انرژی و با یک برنامه منظم پیش بردن، اتفاقا سخت شدن کنکور در هر درسی باعث میشه رقبای بیشتری براشون حذف بشن و در واقع کارشون راحت تر میشه. عدد درصد شما در یک درس اصلا اهمیتی نداره، مهم وضعیت درصد شما و وضعیت تراز شما میان بقیه رقباتونه که چه عددهایی رو در واقع میارید بین رقباتون. بچه ها اجازه بدین در مورد سهمیه ها و حواشی کنکور اینجور چیزا که دیگه بحث های مشاوره یه الان صحبت نکنیم، اینا انشالله بمونه برای جلسات مشاورتون. اما چیزی که الان میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که به هیچ وجه اجازه ندید اخباری که از کنکور 1400 به گوشتون میرسه انرژی شما رو برای کنکور 1401 از بین ببره. کنکور 1401 کنکوری جدای کنکور 1400 و کنکورهای قبلی. کنکور 1401 قراره همه چی از اول، ما نمیدونیم سازمان سنجش دوباره قراره چه جوری رفتار بکند. یه برایندی از رفتارهای سالهای گذشتهش رو اگه بخوایم در نظر بگیریم احتمالش خیلی ضعیفه که دوباره مثل کنکور 1400 رفتار کنه. البته اگر ما فرض رو بر این میذاریم که اگر دوباره قرار باشد در کنکور 1401 مثل 1400 سازمان سنجش به این سختی در واقع توی دروس مختلف سوال مطرح بکنه از جمله شیمی، ما خودمون رو برای این میزان سختی آماده میکنیم و قول بهتون میدم اگر کسی با کلاس ما همراه باشه به راحتی میتونه حتی همین میزان از سختی شیمی کنکور هم با یک درصد خیلی بالایی به سرانجام برسونه و در واقع بتونه نتیجه خیلی خوبی توی این سطح سختی از کنکور بگیره. خودتون در طول سال انشالله اگر با ما همراه باشید خواهید دید که کار به چه صورت پیش میره و خودتون میتونید هفته به هفته میزان پیشرفت خودتون رو ارزیابی بکنید. ما با پشتیبانهای کلاسمون هر هفته ازتون آزمون میگیریم و هم ما روند پیشرویتون و پیشرفتتون رو بررسی خواهیم کرد و هم خودتون میتونید خودتون رو ارزیابی بکنید، ببینید که به چه صورت داره کارتون پیش میره و چه میزان هر هفته از لحاظ درسی پیشرفت کردید. بچه ها لطفاً فقط یه موضوعی رو من بپرسم ازتون، کیا جلسه اولشونه؟ کسایی که جلسه اولشونه یه عدد یک کامنت کنن لطفاً، نمیخواد من بذاری سخته، یه عدد یک کامنت کنن. مرسی دمتون گرم، عالی. هر جلسه خدا رو شکر تعداد زیادی از بچه ها
جلسه اولشونه و خوشحالیم که این تعداد از بچه ها هر جلسه به ما اضافه میشن و فکر میکنم که ما توی شروع رسمی کارمون که حدوداً از دو هفته دیگه است یه جمعیت قابل توجهی از بچه ها رو سر کلاس داشته باشیم و فوق‌العاده پرقدرت کارو جلو ببریم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب بریم سراغ شروع کارمون. بچه ها الان دیگه سوالای مشاوره ای نپرسین لطفا، الان اصلا ذهنتون رو درگیر موضوعات مشاوره ای نکنید و چیزای غیر شیمی. من فقط این توضیحات رو لازم دیدم که توضیح بدم تا یه مقدار ذهنتون آزادتر و بازتر بشه. فقط بدونید که با هر میزان انرژی که امسال بذارید به همون نتیجه دلخواهتون میتونید برسید. تمام، بریم سراغ فصل یک سال دهم. بچه ها فصل یک سال دهم بسیار بسیار فصل بیسیک و پایه‌ایه. مسلط بودن روی شیمی دهم و خصوصا فصل یکش به شما کمک میکنه که مستقیم بتونید حدود 5 تست کنکور سراسریتون رو جواب بدید. 5 تست کنکور سراسریتون رو جواب بدید و این 5 تست کنکور سراسری خودش میتونه تبدیل بشه به حدود 7 یا 8 تست غیر مستقیم. پس عملا مسلط بودن روی فصل یک دهم شرایط بسیار بسیار خوبی رو برای ما میسازه و ادامه کارش توی فصل یک یازدهم مبحث جدول تناوبی و ترکیب آرایش الکترونی با جدول تناوبی بسیار بسیار بحث مهمیه که سوالات ترکیبی از این دو فصل میدن. بدون هیچ معطلی و خیلی سریع بریم فصل یک رو با هم دیگه شروع کنیم. همه حواسا لطفاً به من باشه. بهتون قول میدم که بدون هیچ پیش نیازی از گذشته اگر تمام توضیحات من رو توی این حدوداً یک ساعت و نیم گوش بدید به راحتی میتونید تست‌های کنکور فصل یک رو جواب بدید. خب اولین و مهمترین موضوعی که ما در فصل یک سال دهم باهاش مواجه میشیم آرایش الکترونی و مدل کوانتومیه. بچه ها از حدوداً 2000 سال پیش دانشمندهای مختلفی اومدن در مورد وضعیت آرایش الکترونی و چیدمان و ساختار اتم موضوعات مختلفی رو مطرح کردن و ما این در واقع آرشیو گفته های این دانشمند ها در طول این سال ها رو هی به مرور یاد گرفتیم تا رسیدیم به یک مدل نهایی شده به نام مدل کوانتومی. در مدل کوانتومی دیگه همه حواسا به من باشه لطفاً. در مدل کوانتومی ما برامون به این شکل ساختار اتم ترسیم شده و تجسم شده که ساختار اتم به صورت لایه‌ایه. بچه‌ها فرض کنید من در مدل کوانتومی اتم رو لایه لایه در نظر میگیرم. شما ذهنیتتون نسبت به اتم در مدل کوانتومی باید مثل یک پیاز باشه. یه لحظه به پیاز رو تصور کن، وقتی از وسط قاچ میکنی داخلش پر از لایه های قرار گرفته بر روی همدیگه است. دقیقا مدل کوانتومی در خط قرمزایی که میکشم یعنی برش های مقطعی که روی در واقع اتم ایجاد کردم. برش مقطعی یعنی از مغز اتم، از هسته اتم تا بیرون یه برش مقطعی میزنم و فاصله بین این دو خط رو بزرگ نمایی میکنم. این تصویری که روبروش دارید میبینید تصویر بزرگ نمایی شده یه ساختار اتم است. پس من اتم رو با فرض لایه‌ای بودن، دوباره میگم اتم رو با فرض لایه‌ای بودن یه برش مقطعی میزنم
و این برش مقطعی رو بزرگ نماییش میکنم. این تصویر بزرگ نمایی شده یک سری کمانها رو به من نشون میده. کمان یک، کمان دو، کمان سه تا کمان شماره 7. هر کدوم از این کمانها در واقع نماینده یکی از لایه های اطراف اتمه. هر کدوم از اینا نماینده یکی از لایه های اطراف اتمه. بچه ها ما میدونیم هسته اتم مثبت است. ما میدونیم هسته اتم مثبت است. دلیل به خاطر اینکه هسته محل قرارگیری پروتون ها با بار مثبت و نوترون ها خونسا. مجموع کنار هم قرار گرفتن پروتون های مثبت و نوترون های خونسا مجموع بار مثبت رو میسازه. پس مثبت و خونسا با هم دیگه مجموع بارشون یا براینده بارشون میشه مثبت. به همین خاطره که همیشه ما هسته رو با مثبت نشون میدیم. باریکلا پروتون بارش مثبته، پروتون بارش مثبته و نوترون ها بدون بار یا خونسا هستن. مجموع کنار هم قرار گرفتن بار مثبت و خونسا مجموعاً هسته رو برای ما تبدیل به یک مرکز پرتراکم دارای بار مثبت میکنه. یادتون باشه بچه ها هسته بسیار پرجرم و پرتراکمه. هسته نسبت به کل ساختار اتم خیلی پرجرمه. حالا در اطراف هسته یه تعدادی لایه الکترونی قرار گرفته، یه تعدادی لایه الکترونی قرار گرفته. تعداد این لایه های الکترونی میتونه از 1 تا 7 باشه. تعداد لایه های الکترونی میتونه از 1 تا 7 باشه. یعنی کمترین تعداد لایه های الکترونی یه دونه است و بیشترین تعداد لایه های الکترونی 7 است. کمترین و بیشترینش 1 تا 7. درست شد؟ سوال نپرسین، تمام چیزایی که داریم میپرسین تو ادامه صحبتام هست. سوال نپرسین، سوال نپرسین، تمامش توی ادامه صحبتام هست. خب اوکی، بذار پر کنم بعد توضیح آخر. عارفم. خب بچه ها چرا به اینا میگن لایه های الکترونی؟ خب چی بگن؟ هر کدوم از در واقع این لایه ها یک فضایی رو در اطراف هسته اتم ساخته، یک فضایی رو در اطراف هسته اتم ساخته که محل قرارگیری الکترون ها روشه. به همین خاطر میگن لایه الکترونی، اسمی که روش گذاشتن. پس به هر کدوم از اینا میگن یک لایه الکترونی یا تراز انرژی اصلی. پس من اینجا می نویسم لایه الکترونی یا تراز انرژی اصلی. حالا این لایه الکترونی یا تراز انرژی اصلی که الان فهمیدیم ماکسیموم تعدادش میتونه 7 باشه رو با چی نمایش میدن؟ با عدد کوانتومی اصلی یا همون N. عدد کوانتومی اصلی یا N. عدد کوانتومی اصلی یا N. دارید میبینید اینجا من مشخص کردم، اینجا مشخص کردم N1 N2 N3 N4 N5 N6 و N7. از نزدیکترین لایه به هسته شماره گذاری میکنیم و همینطور دور میشیم. دقت کنید، از نزدیکترین لایه به هسته شماره گذاری میکنیم و دور میشیم. یعنی N شماره 1 لایه است که از همه لایه ها به هسته نزدیکتر است. N شماره 1 لایه است که از همه لایه ها به هسته اتم نزدیکتر است. این میشه N شماره 1. دومین لایه میشه N2، سومین لایه میشه N3 و همینطور الی آخر میره جلو. حالا این اسامی رو یاد بگیر، ده ها بار امروز از من خواهی شنید و فوق العاده مهمه. انرژی، تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی که با عدد کوانتومی اصلی نشونش میدیم و عدد کوانتومی اصلی رو بهش میگیم N. هر چی به هسته نزدیکتر باشیم
هر چی به هسته نزدیکتر باشیم لایه ما پایداریش بیشتره و سطح انرژیش کمتره. پس هر چی عدد انمون کوچیکتر باشه سطح انرژی لایه کمتر و پایداری لایه بیشتره. پس نتیجه میگیریم ان یک لایه است که بیشترین پایداری و کمترین سطح بیشترین پایداری و کمترین سطح انرژی رو داره. پس زمانی که ما تو جای قرار داشته باشیم که بیشترین پایداری و کمترین سطح انرژی رو داره، الکترون ها همه دوست دارن اونجا باشن. پس شدیداً الکترون ها علاقمندند، الکترون ها شدیداً علاقمندند که در لایه های پایین تر و نزدیکتر به هسته قرار بگیرن. الکترون ها علاقمندند که در لایه های پایین تر و نزدیکتر به هسته قرار بگیرن، یعنی ترجیح میدن تو لایه یک باشن، اگه نشد دوست دارن تو دو باشن، اگه نشد دوست دارن تو سه باشن. پس بچه ها دقت بکنید، این فوق‌العاده نتیجه گیری مهمیه. ما هر چی به هسته نزدیکتر باشیم، هر چی به هسته نزدیکتر باشیم، عدد n عدد کوچکتری است. من اینجا می نویسم هر چی به هسته نزدیکتر باشیم، عدد n عدد کوچکتری است. وقتی عدد n عدد کوچکتری باشه، در نتیجه سطح انرژی کمتر میشه، در نتیجه پایداری بیشتر میشه. پس علاقمندی الکترون ها به قرارگیری در اون لایه الکترونی بیشتر میشه. هرچی عدد n کوچکتر باشه سطح انرژی کمتری خواهیم داشت و سطح انرژی کمتر یعنی پایداری بیشتر و علاقمندی الکترون ها به قرار گرفتن در اون لایه. حالا ادامه بدیم بحثمون رو. بچه ها ما اگر وارد هر کدوم از این لایه ها بشیم، در داخل هر کدوم از این لایه ها یک تعدادی زیر لایه الکترونی وجود داره. پس یه بار دیگه از اول بگیم چیکار کردیم. یک اتمی رو در نظر گرفتیم، اتم رو شکافتیم، رفتیم داخلش، برخوردیم به یک سری تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی. تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی رو با عدد کوانتومی اصلی نشون میدیم. عدد کوانتومی اصلی n، عدد کوانتومی اصلی n، با n کوچیک نمایشش میدیم. اعداد n میتواند از 1 تا 7 باشد. عددهای n، مقادیر n میتواند از 1 تا 7 باشد. n 1 تا n 7. درست شد؟ هر چی به هسته نزدیکتر باشیم عدد n کوچیکتره و هر چی از هسته دورتر باشیم عدد n بزرگتره. با کوچیک شدن عدد n، یعنی نزدیک شدن ما به هسته، سطح انرژی کم میشه و پایداری بیشتر میشه. محمد علی پرسیده هر چه n بالاتر برود تراز انرژی لایه الکترونی افزایش می‌یابد. بله درسته، بله 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 درسته. یعنی عاشق این علی محمدم، وقتی که یعنی یک سوالی میپرسه تا زمانی که سوالش رو من جواب ندم 50 دفعه کپی پیست میکنه. باری کلا به همتت. خیلی خب بریم ادامه بدیم. پس بچه ها ما اتم رو شکافتیم، رفتیم داخلش، برخوردیم به یک سری تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی. تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی. حالا الان میخوایم هر کدوم از این ترازهای انرژی اصلی یا لایه های الکترونی رو بشکافیم بریم داخلش. در داخل هر کدوم از ترازهای انرژی اصلی یا لایه های الکترونی مواجه میشویم با یک سری زیر لایه الکترونی، زیر لایه الکترونی، یا بهش تراز انرژی فرعی هم میگن. این زیر لایه ها یا تراز های انرژی فرعی رو با عدد کوانتومی فرعی یا ال نمایش میدن. عدد کوانتومی فرعی یا ال، عدد کوانتومی فرعی یا ال. بچه ها مقادیر ال میتواند 0, 1, 2 یا 3 باشد. 0, 1, 2 یا 3.
اگه البته میتونه ادامه داشته باشه بیشتر از این باشه، اما برای ساختار اتم‌های امروزی یعنی اون عناصری که کشف شدند فقط همین 4 تا عدد کافی، 0 1 2 3 4. اگر ال یک زیرلایه 0 باشه اون زیرلایه رو با حرف اس نمایش میدیم، اگر ال یک زیرلایه 1 باشه اون زیرلایه رو با حرف پی نمایش میدیم، اگر ال یک زیرلایه 2 باشه اون زیرلایه رو با حرف دی نمایش میدیم، و اگر ال یک زیرلایه 3 باشه اون زیرلایه رو با حرف اف نمایش میدیم. خوب دقت کنید چی میگم، خوب دقت کنید چی میگم. لایه شماره 1 فقط زیرلایه اس رو داره، و وقتی زیرلایه اس رو نوشتیم ضریب لایه رو هم میذاریم پشتش، یعنی یک اس. یک اس یعنی اسی که در لایه یکم قرار دارد. لایه دوم دو تا زیرلایه رو داره، دو تا زیرلایه اول یعنی اس و پی. خب میگیم در لایه 2 هستیم، پس اسی که در لایه 2 است و پی که در لایه 2 است، پس میشه 2S و 2P. میریم سراغ لایه سوم، 3 تا زیر لایه داخلش هست، S و P و D. ذرایب لایه رو پشتش میذاریم، 3S و 3P و 3D. 3S 3P 3D یعنی اسی که تو زیر لایه است، اسی که تو لایه سومه، پی که تو لایه سومه و دی که تو لایه سومه. میریم سراغ لایه چهارم. لایه چهارم زیر لایه اس رو داره، پی هم داره، دی هم داره، اف هم داره. چون در لایه چهارمیم ضریب لایه رو پشتش میذاریم، پس میشه 4S 4P 4D و 4F. بچه ها اگر دقت کنید تا اینجا هی یه دونه یه دونه داشت تعداد زیر لایه ها بیشتر میشد، اس، اس و پی، اس و پی و دی، اس و پی و دی و اف. خب از اینجا به بعدم همین اتفاق میفته، پس این رو برای همیشه تو ذهنتون نگه دارید. هر چی بریم سراغ لایه بعدی یه دونه به تعداد زیرلایه هامون اضافه میشه. هر چی بریم سراغ لایه بعدی یه دونه به تعداد زیرلایه هامون اضافه میشه. دوباره به این جمله فکر کن، هر چی بریم سراغ لایه های بعدی یه دونه یه دونه به تعداد زیرلایه هامون اضافه میشه. لایه 1 1 زیرلایه، لایه 2 2 زیرلایه، لایه 3 3 زیرلایه. پس در واقع ما در هر لایه‌ای که قرار داشته باشیم به تعداد شماره اون لایه زیرلایه داریم. اگه تو لایه یکمی 1 زیرلایه، یه دفعه تصویر بزنم، اگه تو لایه یکمی 1 زیرلایه، اگه تو لایه دومی 2 زیرلایه، اگر تو لایه سومی 3 زیرلایه، تو لایه چهارمی 4 زیرلایه. قاعدتا الان باید تو ذهنت اومده باشه و تجسم کرده باشی که اگر بریم سراغ لایه های 5 و 6 و 7 تعداد زیر لایه هامون چند تا میشه. بله طبیعیه، تعداد زیر لایه هامون هم برابر با همون شماره لایه میشه، یعنی 5 زیر لایه، 6 زیر لایه و 7 زیر لایه. حالا بریم بنویسیمشون. پس تو لایه پنجم ما 5 اسمون رو داریم، 5 پیمون هم داریم، 5 دیمون هم داریم، 5 افمون هم داریم، بعدیش میشه 5 جی. بریم سراغ لایه ششم، 6 اس رو داریم، 6 پی رو داریم، 6 دی رو داریم، 6 اف رو داریم، 6 جی رو داریم، حالا 6 اچ هم خواهیم داشت. بریم تو لایه هفتم، 7 اس و 7 پی و 7 دی و 7 اف و 7 جی و 7 اچ و 7 آی. پس در واقع اس پی دی اف رو تو سال دهم همه یاد گرفتن. همتون تو سال دهم اس و پی و دی و اف رو یاد گرفتین. اما چیزی که مهمه اینه که بدونید در واقع زیر لایه ها هفتان، اس پی دی اف جی اچ آی. به تعداد لایه ها زیر لایه هم داریم، 7 لایه 7 زیر لایه، 7 لایه 7 زیر لایه. درست شد؟ عدد کوانتومی فرعی دقیقاً چی هست؟ عدد کوانتومی فرعی عددی برای نمایش دادن زیر لایه هاست. استاد برای سوال دوره متوسطه دو تا کجا باید بلد باشیم؟ متوسطه دو تا کجا باید بلد باشیم؟ تا 7 دیگه، یعنی کل لایه 7. آقا برای کنکور لایه دی کافیه؟ بله، برای تا کنکور لایه تا لایه اف کافیه.
بعضی به ندرت آرایش الکترونیا به F میرسه، ولی دیگه تقریبا D کافی. بچه ها کامل یاد بگیرید، سخت نیست به خدا. یعنی الان چونه نزنید سر اینکه آقا ما تا D یاد بگیریم یا تا F یاد بگیریم. چرا؟ برای یاد گرفتنتون مرز قائل میشید، یعنی مثلا مغزتون رو محدود میکنید، مغزتون خیلی گنجایشش بیشتر از ایناست به خدا. اینجوری فهمش بهتره. باریکلا باریکلا سارا میرصادقی، کاملا باهات موافقم، کاملا باهات موافقم که وقتی کامل یاد بگیری دیدت نسبت به جامع‌تر میشه و بهتر روش مسلط میشی. بله بله دقیقا همینطوره. دمتون گرم، سوالاتون هم عالیه. جلسه به جلسه کلاس اون واقعا داره به نظر من تخصصی تر، حرفه‌ای تر و بچه های بهتر پیش میره و امسال انشالله با هم دیگه میتره کنیم. پس یه بار دیگه از اول مرور کنیم چی گفتیم. اتم رو شکافتیم، رفتیم داخلش، طبق مدل کوانتومی مواجه شدیم با یک سری تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی. یه بار دیگه، اتم رو شکافتیم، رفتیم داخلش، مواجه شدیم با یک سری تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی. این ترازهای انرژی اصلی یا لایه‌های الکترونی رو با عدد کوانتومی اصلی یا n نمایش میدیم. عدد کوانتومی اصلی یا n مقادیرش میتونه از 1 باشه تا 7، چون کمترین تعداد لایه‌ها یه دونه است و بیشترین تعداد لایه‌ها 7 است. هر کدوم از این لایه‌ها رو اگر بشکافیم بریم داخلش، برمی‌خوریم به یک سری تراز انرژی فرعی یا زیرلایه الکترونی. هر کدوم از این زیرلایه‌های الکترونی یا ترازهای انرژی فرعی رو با عدد کوانتومی فرعی یا L نمایش میدیم. عدد کوانتومی فرعی یا L باز دوباره مقادیرش میتونه از 0 تا 6 باشه. دقت کنید، 0 1 2 3 4 5 6. به صورت اختصاصی برای هر کدوم از زیرلایه‌ها یک حرف برای نمایشش استفاده می‌کنیم. زیرلایه S P D F G H I، همینجوری که تو خونه نشستی لطفاً با من تکرار کن. S P D F G H I. اگر عدد L 0 باشه زیرلایه S، اگر عدد L 1 باشه زیرلایه P، اگر عدد L 2 باشه زیرلایه D، اگر عدد L3 باشه زیرلایه F. به همین ترتیب میره جلو G و H و I. در داخل هر کدوم از لایه ها به تعداد شماره لایه زیرلایه قرار داره. لایه یکم یک زیرلایه، لایه دوم دو زیرلایه، لایه سوم سه زیرلایه، لایه چهارم چهار زیرلایه و به همین ترتیب تا لایه هفتم هفت زیرلایه خواهیم داشت. تعداد زیرلایه‌ها با شماره لایه برابر است. تعداد زیرلایه‌ها با شماره لایه برابر است. اگر در لایه پنجمیم تعداد زیرلایه‌ها 5 تاست. اگر در لایه پنجمیم تعداد زیرلایه‌ها 5 تاست. درست شد؟ مشکلی نیست. همه تا اینجا هر چی گفتیم رو یاد گرفتن؟ همه تا اینجا هر چی گفتیم رو یاد گرفتن؟ صدامو دارین؟ بچه ها صدامو دارین؟ هر چی گفتیم تا اینجا رو یاد گرفتین؟ اون سه ممکنه کامنت ها چیز شده رفته پایین. آره فکر کنم شاید. آها. آره. آیدا زاره میپرسه L چه عددی رو داره نشون میده؟ L داره عدد کوانتومی فرعی رو نشون میده، یا در واقع نشون میده ما در کدوم زیرلایه قرار داریم. برای نمایش زیرلایه چرا عدد کوانتومی اصلی رو قبلش قرار میدیم؟ برای اینکه من یه سوال از شما میپرسم، آقا P رو تو لایه 3 داریم، 4 داریم، 5 داریم، 6 داریم، 7 هم داریم. خب اگه همینجوری بگیم P، خب کدوم پی؟ پی که تو لایه 3 یا پی که تو لایه 4 یا پی که تو لایه 5؟ 3 پی یعنی پی متعلق به لایه 3، 4 پی یعنی پی متعلق همه
استاد میشه گفت اتم چهار زیر لایه؟ نه نه نه، اتم هفت زیر لایه داره. تو کل جدول تناوبی و عناصر کشف شده هم تمام این هفت لایه استفاده میشوند، تمام این هفت لایه استفاده میشوند، اما معمولا تو کنکور تا لایه چهارم سوال میپرسن. آقا تو رو قرآن انقدر کنکور و غیر کنکور نکنید، شما سوادتون کامل و علمی و صحیح باشه دیگه سوالای کنکور هم خود به خود توش میگنجه. من این قسمت که صفر هست رو متوجه نشدم. بچه ها عددهای ال از صفر شروع میشه به جن که از یک شروع بشه، ان از یک تا هفته، ال از صفر تا شیشه، همین بازه عددیشون، بازه عددیشون. عدد ال چند باشه که زیلای اون اس باشه؟ خب صفر دیگه، عدد ال صفر باشه زیلای اسه. زیلای های جی و اچ و آی رو چرا در نظر میگیرم؟ برای اینکه وجود دارند. در واقع دانشمندان پیش بینی کردند اگر در آینده عنصرهایی کشف بشوند که زیلایه های اس پی دی اف رو پر بکنن و نیاز باشه الکتروناشون تو زیلایه های بعدی قرار بگیره، نامگذاریشون به صورت جی و اچ و آی خواهد بود. در مورد ارتباط آرایش الکترونی با شماره دوره در جدول جلوتر صحبت میکنیم. استاد N منهای هفت که بالای لایه هفت نوشته شده نشان دهنده چیست؟ N منهای هفت که بالای لایه هفت، منهای هفت کجاست؟ منهای هفت نداری؟ هفت دی دو هست استاد. لایه اول نسبت به لایه هفت بله، هرچی عدد N کوچیک‌تر باشه، یعنی لایه‌مون به هسته نزدیک‌تر باشه، پایداری اون لایه بیشتره. اشکان جان سوالتو متوجه نمیشم، یه خورده واضح‌تر سوالتو بگو. استاد فاصله لایه‌ها مساوی نیست، میشه اینو بگی؟ در مورد فاصله لایه‌ها صحبت می‌کنیم. بله دیگه اینا مساویه بچه ها، N مساویه 1، N مساویه 2، N مساویه 3 تا N مساویه 7، N مساویه 7. استاد میتونیم بگیم G نشون دهنده عدد 4؟ بله دیگه، قاعدتا عدد L برای زیر لایه G میشه 4. لایه 7 سطح انرژی اون اصلا بیشتره. بله لایه 7 دورترین لایه از هسته است، پس ماکسیموم سطح انرژی و کمترین پایداری رو داره. عدد فرعی دی دو هست بچه. خب چرا اینجا رو نگاه کنید لطفا، اینا هی دونه دونه دارید میپرسید. آقا عدد اس صفر هست، آقا عدد پی یک هست، آقا عدد دی دو هست. بله دیگه، صفر یک دو سه اس پی دی اف، صفر یک دو سه اس پی دی اف. برای اچ میشه 5 و آی میشه چرا دونه دونه هی دارید میپرسید؟ آره دیگه عزیزم اینجا، بله دیگه، بله، صفر یک دو سه اس پی دی اف. همین جوری هم ادامه بده میشه 4 5 6 جی اچ آی، میره جلو میره جلو. دمتون گرم. در مورد پایداری اتماتون بچه ها، هران چیزی رو که نمیگم به این معنی نیست قرار نیست بگم. الان فعلا شما پیش پیش چیزی نپرسید، جلو جلو نپرسید، جلو جلو نپرسید، جلو جلو نپرسید. محمد حسین جلو جلو نپرس. شایان میگه مگه تو لایه 3 زیر لایه 2 دی پر نمیشه؟ شایان جان جلو جلو نپرس، ما الان هنوز به اصل آفبا و ترتیب پر شدن زیر، اصلا کلمه پر شدن من کجا به کار بردم؟ الان داریم وضعیت قرارگیری لایه ها و زیر لایه ها رو بررسی میکنیم. مثلا اتم 3 زیر لایه اس پی دی رو داره. اشکان سوالت رفته بالا، سوال رفته بالا، دوباره یه بار دیگه تایپش کنم بخونمش. ترتیب پر شدن با ترتیب قرارگیری فرق میکنه؟ بله فرق میکنه، در موردش صحبت میکنیم توی اصل آفبا. اینا خیلی آسونن، خدا رو شکر آسونن، دمتون گرم. خب حالا حواسا به من لطفا، حواسا به من، حواسا به من.
استاد چجوری باید رسم کنیم؟ من هنوز رسم کردن درس ندادم. استاد جلسه بی شما فصل یکی دوازدهم تدریس کردین، گفتین ادامه جلسه بعد، میگه این جلسه چرا رفتین سراغ دهم؟ به خاطر اینکه موازی پیش بردن دهم و دوازدهم برای رسیدن به مباحث آزمون هاتون به شدت لازمه. ما در طول سالم همین کارو میکنیم، دوازدهم و پایه رو با هم دیگه پیش میبریم که به آزمون هاتون برسید، هم بتونید تو آزمون هاتون دوازدهم رو خوب جواب بدید، هم سوالای پایه رو. شما میدونید دیگه، همه هر آزمونی که شرکت بکنید تو هر آزمون هم تست از پایه دارید هم از دوازدهم. این پی دی اف رو برام میفرستید؟ بله. خب این هایلایتش کدوم میشه؟ من چرا پیدا نمی کنم این؟ نه دیگه زدم نشو اینجوری. یه دقیقه بچه ها صبر کنین، یه دقیقه صبر کنین، الان کار رو ادامه میدیم. آها الان اومد. اوکی. آه درست. حل. خب بیایم بچه ها، بیایم. دوباره اینجا تو جزوه توضیح دادیم، جزوه اون فوق العاده کامله که هر چیشو هر جا میخونید به راحتی بتونید مطالب رو بفهمید و حتی بار بعدی هم که میخونید مطالب براتون دوره بشه. گفتیم عدد کوانتومی اصلی یا n در مدل کوانتومی، لایه‌های اصلی از سمت هسته به بیرون شماره گذاری میشوند. دقت کنید مهمه که هر شماره لایه رو با n نمایش میدیم و به آن عدد کوانتومی اصلی میگویند. مقادیر n میتونه از 1 باشه تا 7. دقت کن اینجا رو، مقادیر n از 1 تا 7. عدد کوانتومی فرعی یا l در مدل کوانتومی زیرلایه‌های موجود در هر لایه رو بر اساس فاصله از هسته و سطح انرژی اونها دسته‌بندی و نامگذاری میکنن. بچه ها دقت کنین اینها، اونی که هی سوال می، من هی میگم آقا سوالت تو ادامه صحبتم هست، یعنی این یه دو دقیقه دندون رو جگر بذارید میرسیم به اون چیزی که سوالتون بوده. ببینید بچه ها، ما اگر توی ال صفر باشیم، یعنی مقدار ال اگر صفر باشه، زیرلایه‌مون زیرلایه اسه. اگر یک باشه اسم زیرلایه پیه، اگر دو باشه زیرلایه دیه، اگر ال سه باشه زیرلایه افه، ال چار باشه زیرلایه جیه، ال پنج باشه زیرلایه اچه، ال شیش باشه زیرلایه آیه. اما برای کنکور ما فقط صفر تا سه رو بلد باشیم، برای کنکور کافیه. اما یه نکته خیلی مهم داره، یه موقع ممکنه سوال مستقیم ازت بپرسن آقا در ساختار اتم چند زیرلایه معرفی شده است؟ شما باید بگی 7 تا زیرلایه L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 با اسمهای اختصاصی SPDFGHI. اگه بپرسن چند تا معرفی شده، تو باید بگی 7 تا از L0 تا L6 با حروف اختصاصی SPDFGHI. اما اگه ازت بپرسن چند تاش از الکترون پر شده، چند تاش در ساختار اتم های امروزی از الکترون پر شده، میگی فقط S و P و D و F. همه فهمیدن چی گفتم؟ آری کلا. چیشو نفهمیدین؟ کی گفت نفهمیدم؟ مصطفی. فقط یه دونه مصطفی جهان دیده گفت نفهمیدم.
ببینید بچه‌ها، ببینید بچه‌ها، یه سوال، یه سوال. مرسی، مرسی. دیگه کامنت نذارین، دیگه کامنت نذارین، دیگه کامنت نذارین. ال 6 در واقع همون ان 7 هست. روژین جان، ان و ال هیچ ربطی به هم ندارن. من یه بار دیگه تصویر بالا رو میارم. ان 6 همون ال 7 هست. ان نشون دهنده لایه است، ال نشون دهنده زیر لایه است. در ان شماره 7، در ان شماره 7 یعنی در لایه 7م، 7 مدل زیر لایه مختلف هست. 7S، 7P، 7D، 7F، 7G، 7H، 7I. یکی از اون 7 تا زیر لایه هم زیر لایه 7I هست. شما پرسیدی که L6 در واقع همون N7 هست، اصلا ربطی به هم ندارن. L، L، N، N. N لایه ها هستن، L زیر لایه ها. روشین جواباتو گرفتی؟ اوکی. انرژی 7، محمد امین پرسیده انرژی 7I بیشتر از انرژی 7S؟ ببینید بچه ها، هر چی توی یک لایه، مثلا تو لایه هفتم بریم سراغ زیر لایه های بعدی، یعنی S, P, D, F, G, H, I داریم میریم سراغ. ما ترتیبی که گفتیم اول S، بعد P، بعد D، بعد F. به همین ترتیب هر چی میریم جلو، باز دوباره هی داریم انگار از هسته دورتر میشیم. وقتی از هسته دورتر میشیم، سطح انرژی افزایش پیدا میکنه. یعنی در واقع طبق سوال محمد امین جوکار، هرچی از 7S میریم به سمت 7I، سطح انرژی داره زیاد و پایداری داره کم میشه. پس هرچی از S به سمت I حرکت میکنیم، سطح انرژی افزایش و پایداری کاهش پیدا میکنه. جی و اچ آی به درد میخوره؟ دقیقا داشتم همین رو توضیح میدادم. ممکنه طراح کنکور مستقیما همین رو از ما بپرسه که چه زیر لایه هایی در ساختار اتم وجود دارد. ما باید بگیم S, P, D, F, G, H, I. اما توی آرایش الکترونی عنصرها G و H و I رو از ما نمیپرسن. مثل این میمونه. آقا خوب به مثالم گوش بده، با دقت به مثالم گوش بده. من الان اینجا یه کلاس دارم، این سالونی که الان اینجا کلاس توشه، فرض کن 20 تا صندلی اینجاست، 20 تا صندلی اینجاست، رو 12 تاش دانش آموز نشسته. 20 تا صندلی اینجاست و رو 12 تاش دانش آموز نشسته. دقیقاً الان اگه از ما بپرسن چند صندلی داریم، شما چی جواب میدی؟ میگی 20 تا صندلی. اما از این 20 تا، از این 20 تا چند تاش توسط دانش آموزا اشغال شده؟ میگی 12 تاش. میگی 12 تاش. حالا یه سوال دارم، 8 تا صندلی مونده رو به خاطر اینکه دانش آموز نیومده بشینه، ما آتیشش میزنیم؟ این پنجره پرت میکنیم پایین؟ نه، میگیم میذاریم باشه، شاید در زمان لازم که جمعیت دانش آموزا خاص بیشتر بشه، بچه های جدید میان روی این صندلی ها بشینن. دقیقاً جی و اچ و آی، زیر لایه های جی و اچ و آی همچین وضعیتی دارن. زیر لایه هایی هستن که در ساختار اتم پیش بینی شدند و تعریف شدند، اما فعلا هنوز جمعیت الکترون ها اونقدی زیاد نشده که این زیر لایه ها از الکترون پر بشوند. پیش بینی کردن در آینده اگر قرار شد زیر لایه هایی بعد از S, P, D و F از الکترون پر بشوند، اونها رو G و H و I نامگذاری بکنند و الکترون ها رو داخلش قرار بدن. مریم شیریان، چه زیر لایه هایی پر شدن؟ همون چهارتای اول، S, P, D, F. S, P, D, F پر شدن. اینها همونایی که گفتم برای کنکور کافیه. S, P, D, F با عددهای L0, L1, L2, L3. اما L4 و 5 و 6 که میشن زیر لایه های G و H و I، برای کنکور لازم نیست. فقط بدونید که این زیر لایه ها در ساختار اتم وجود دارند. فقط همینو بدونید کافیه، این زیر لایه ها در ساختار اتم وجود دارند. اوکی، خب یه بار بریم روی بال با هم دیگه مرور بکنیم چیزایی که گفتیم رو. یه بار بریم با هم دیگه مرور بکنیم چیزایی که گفتیم رو. خب بچه ها،
در مورد مدل کوانتومی ما یاد گرفتیم. همه حواسا به من باشه لطفاً. همه حواسا به من باشه لطفاً. یه لحظه من الان ادامه میدم. و پس بچه ها بریم مدل کوانتومی رو با همدیگه یه مروری بکنیم، یه مروری مدل کوانتومی رو بکنیم، همین چیزی که الان درسش رو گرفتیم. ما اگر اتم رو بشکافیم بریم داخلش، برمیخوریم به یک سری تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی. تکرار میکنم، اتم رو میشکافیم داخلش یک سری تراز انرژی اصلی یا لایه الکترونی. تعداد ترازهای انرژی اصلی یا لایه‌های الکترونی میتونه از یه دونه باشه تا 70، یعنی مینیممش یه دونه است و ماکسیممش 70. دقت کن، اصراری نداریم که حتما یه دونه، دو تا یا 70، نمیدونیم، بستگی به عدد اتمی عنصری داره که داریم در موردش صحبت میکنیم. اگر هر کدوم از لایه‌ها رو انتخاب بکنیم و بریم داخلش، برمیخوریم به یک سری تراز انرژی فرعی یا زیر لایه الکترونی. تراز انرژی فرعی یا زیر لایه الکترونی. پس میبینید اینجا براتون نوشتم لایه های الکترونی یا تراز های انرژی اصلی. تراز های انرژی اصلی یا لایه های الکترونی رو گفتیم با عدد کوانتومی اصلی یا n نمایش میدن. مقدار عددی n از 1 میتونه باشه تا 7، مینیممش 1، ماکسیمم 7. پس بازه عددی n 1 تا 7. قدم بعدی، اگر وارد هر کدوم از این لایه ها بشیم، برمیخوریم به یک سری تراز انرژی فرعی یا زیر لایه های الکترونی. تراز انرژی فرعی یا زیر لایه های الکترونی رو با عدد کوانتومی فرعی نشون میدیم. عدد کوانتومی فرعی مقدارش میتونه 0، 1، 2 یا 3 باشه. برای ال 0 زیر لایه رو با حرف اختصاصی S نمایش میدیم. برای ال 1 زیر لایه رو با حرف اختصاصی P، برای L2 با حرف اختصاصی D و با L و برای L3 با حرف اختصاصی F زیر لایه‌مون رو نشون میدیم. پس تا اینجا ساختار اتممون رو تبدیل کردیم به یک سری لایه الکترونی و الکترونی. چیدمان قرارگیری الکترون‌ها در الکترون‌ها داخل زیر از هسته اتم دور بشیم، هرچی از هسته اتم دور بشیم، سطح انرژی داره افزایش پیدا میکنه و پایداری کاهش. و برعکسش، هرچی به هسته نزدیکتر باشیم، یعنی عدد n لایمون کوچیکتر باشه، این بالا نوشتم هرچی به هسته نزدیکتر باشیم یعنی عدد n لایمون کوچیکتر باشه، در نتیجه سطح انرژی کمتر و پایداری بیشتر میشه. الکترون ها عاشق اینن برن تو جایی که پایداری زیاده، پس ترجیح میدن تا حد امکان به هسته نزدیک بشن، چون سطح انرژیش کمتره و پایداریش بیشتره. همه متوجه شدن بچه ها؟ همه متوجه شدن چیزایی که گفتیم؟ و دمتون گرم. یه مرور کاملی از همه اون چیزی که امروز تا اینجا با هم خوندیم داشتیم. اوکی، خیلی خوب بچه ها، من تو ادامه صحبتم دوباره هی اینا رو مرور میکنم، چون به شدت لازمه، چون به شدت لازمه. زیر لایه های SPDFGHI زیر لایه هایی هستن که در ساختار اتم قرار گرفتن، زیرلایه هایی هستن که در ساختار اتم قرار گرفتن. پس ما باید در مورد تعداد الکترون هایی که توی هر کدوم از این زیرلایه ها جا میشه، یا بهتره بگیم گنجایشه، گنجایشه هر کدوم از این زیرلایه ها از الکترون صحبت بکنیم. بچه ها، گنجایش زیرلایه S2 الکترونه. شما میدونید کلمه گنجایش یعنی ماکسیموم تعدادی که توش جا میشه دیگه. پس وقتی میگیم گنجایشش دوتاست، یعنی نهایتاً ماکسیموم دوتا توش جا میشه، درسته؟ گنجایش زیرلایه P 6 تاست، گنجایش زیرلایه D
10 تاست و گنجایش زیر لایه F 14 تاست. همتون از سال دهم یادتونه که وقتی میخواستید آرایش الکترونی بنویسید S2 P6 D10 و F14، یعنی این تعداد الکترون ها رو در داخل زیر لایه ها. دم شما گرم، دم شما گرم، کلاستون عالیه ماشاءالله. اگر یادتون باشه تعداد الکترون ها رو به صورت در واقع توان بالای هر کدوم از این زیر لایه ها قرار میدادیم، به صورت توان بالای هر کدوم از این زیر لایه ها قرار میدادیم. بچه‌ها این توانه یادتون هست از سال دهم؟ یادتونه بالای هر زیر لایه یه عدد میذاشتیم و در واقع اون عدد نشون دهنده تعداد الکترون هایی بود که توش قرار میگرفت، نشون دهنده تعداد الکترونی بود که توش قرار میگرفت. بله دقیقاً، ما توی نوشتن آرایش الکترونی عنصرها به شدت به این توانی که بالای زیر لایه های SPDF میذاریم نیاز داریم و باید بسیار بسیار روش مسلط باشیم. حالا یه موقع بچه ها از ما میپرسن آقای قاضی مراد ما این عددهای 2, 10, 18, 14, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 رو چجوری حفظ کنیم؟ میگم لطفاً اولیش رو فقط یادت نگه دار، اولیش یعنی 2. تعداد الکترونی که تو زیر لایه S جا میشه 2 تاست. بعد 4 تا 4 تا اضافه کن، 4 تا 4 تا اضافه کن. 2 به علاوه 4 میشه 6، 6 به علاوه 4 میشه 10، 10 به علاوه 4 میشه 14، 14 به علاوه 4 میشه 18، 18 به علاوه 4 میشه 22، علاوه 4 میشه 26. پس به همین راحتی، به همین راحتی تعداد الکترون هایی که در هر، تعداد الکترون های، یه نکته بگم در مورد بچه های 11 که سر کلاسمونن، بچه های 11 که سر کلاسمونه، یعنی در واقع بچه هایی که سال 11 و قراره که 11 رو شروع کنن و تازه 10 رو تموم کردن، اگر با ما همراه باشن کل پکیج در واقع سال 10 و 11 پایشون عالی و کنکوری جمع میشه و این جمع کردن پکیج 10 و 11. دم شما گرم، مرسی از بچه‌ها که اینقدر انرژی میدن به ما، مرسی خانم آترینا، مرسی خانم سمیرا، مرسی خانم نگار. نگار جان پرسیده که استاد L0 رو میشه روی شکل مدل کوانتومی نمایش توضیح بده؟ چشم، توضیح میده، چشم. دم شما گرم، چاکریم آقای علی محمد چشم صحاب. بچه ها بزنید یک کار باحال بکنید، من یکم انرژی بگیرم. همه لطفا شهراتون رو کامنت کنید ببینم، شهراتون رو کامنت کنید ببینیم از کجایین. یه دقیقه وایسین. بچه ها یه بار دیگه از اول میخوام ویدیو بگیرم، یه بار دیگه از اول. بچه های خوب کلاس نت دمتون گرم، به به، شهراتون رو دارید برای ما تایپ میکنید، ماشالله 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 ماشاءالله. کل ایران اینجا تو کلاس ماست، دمتون گرم، دمتون گرم، همه جا، همه جا. بچه دوباره خیلی حال میده، ایول. اونایی که نزدن حتما شهرشون رو بزنن ببینیم. دمتون گرم. مرسی. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. بریم سراغ ادامه بحثمون. این چیزایی که گفتیم رو حالا کاربرد تستیش رو خب بچه‌ها همشهری هم پیدا کردن. ایوه
استاد شما کجایید؟ من کوچیک شما تهرانم با عزتون، ولی خیلی دوست دارم انشالله قسمت بشه این همه شهرهایی که شما هستین رو بیام و ببینم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. میدونید بچه ها از یه بابت این قضیه آنلاین شدن و این داستان کرونا و اینا بد شد، ولی از یه بابتی هم واقعا به نظر من اتفاق خوبی بود که از لحاظ سطح آموزشی هم دسترسی ما اساتید رو به همه جای ایران باز کرد و هم دسترسی شما دانش آموزای گل همه جای ایران رو در واقع به ما برای ما محقق کرد. بله همایش هم انشالله در طول سال داریم، بهتون حالا خبر خواهند داد. خیلی خوب، بریم ادامه درسمون. بچه ها دو تا فرمول خیلی مهم داریم، لطفا همه حواسا به من باشه. دو تا فرمول خیلی مهم داریم، یکی به دست آوردن تعداد الکترون های داخل لایه، یکی فرمول تعداد الکترون های در زیر لایه. خیلی مهمه که شما اینا رو بلد باشید. قبلش به من جواب بدید. آقا لایه یعنی N، درسته؟ لایه یعنی N، پس حتما فرمول بالایی یعنی تعداد الکترون های موجود در لایه باید توی فرمولش N داشته باشه. پایینی رو میگیم تعداد الکترون های زیر لایه موجود در زیر لایه، پس حتما تو فرمولش باید چی داشته باشه؟ باید L داشته باشه. پس تعداد الکترون های موجود در زیر لایه، که چون زیر لایه رو با L نمایش میدیم حتما باید تو فرمولش L داشته باشه. حالا بچه ها تعداد الکترون های موجود در لایه، تعداد الکترون های موجود در لایه از فرمول 2N2 به دست میاد، از فرمول 2N2 به دست میاد، و تعداد الکترون های موجود در زیر لایه از رابطه 4L به علاوه 2 به دست میاد. اینا همه اثبات داره ها، اینا همه اثبات داره، ولی ما با اثباتش کاری نداریم، فقط مهم اینه که این فرمول ها رو بدونیم. تعداد الکترون های لایه 2N2 و تعداد الکترون های زیر لایه 4L به علاوه 2. آقای قاضی مراد من به فرمولایی که گفتی شک دارم، میخوام مطمئن بشم این الکترونایی که این فرمولایی که گفتی در مورد به دست آوردن تعداد الکترون ها صدق میکند. خیلی خوب. الان که بچه صدامو دارین؟ بچه صدامو دارین الان؟ اوکی، مرسی دمتون. من الان اگر بخوام در واقع عیار سنجی بکنم و صحت این فرمول ها رو بفهمم، باید بیام شروع کنم داخل اینا عدد گذاشتن. بیاین مثلا دقت کن اینجا رو. آقا من L2 رو میذارم داخل این فرمول دوم، اگر به جای L بذارم 2 میشه 4 2 8 با 2 10 اینها. اگر L2 باشه تعداد الکترون های موجود در اون زیر لایه 10 بریم آقا L5 یعنی لایه زیر لایه H، Lش 5 بذاریم اینجا 4 5 20 به علاوه 2 22 اینها. تعداد الکترون های موجود در زیر لایه L5 22 بریم 6 رو بندازیم اینجا 4 6 24 24 با 2 میشه 26 اینها. تعداد گنجایش الکترون ها در زیر لایه L6 26 است. پس در واقع من فرمول دوم رو با همین اعدادی که کنارش تو تصویر بود عیار سنجی کردم ببینم آیا صدق میکند یا نه، و فهمیدم که بله درسته. همه این جاگذاری و اثبات فرمول رو اینم یه نوعی اثباته، یعنی در واقع ما بر اساس این جاگذاری ها و این که فهمیدیم این فرمول توی همه اعداد زیر لایه ها صدق میکنه، میفهمیم که فرمول درستیه، به نوعی تاییدش میکنیم این فرمول رو. حالا
بچه ها بریم سراغ بررسی یک جمله از تست های کنکورهای سراسری. قبل از اینکه بریم سراغ تست، چون میخوایم همه چی رو تو این تست استفاده بکنیم من یه بار سری براتون مرور بکنم. اتم رو شکافتیم، رفتیم داخلش، برخوردیم به لایه‌های الکترونی یا تراز انرژی اصلی، یا لایه‌های الکترونی یا ترازهای انرژی اصلی رو با n نمایش میدیم. n مقادیرش از 1 تا 7، 1 نزدیکترین به هسته است، 7 دورترین از هسته است. هر چی به هسته نزدیکتر باشیم سطح انرژی کمتر، پایداری بیشتره، پس الکترون‌ها تمایل شدیدی دارن که توی لایه‌های نزدیکتر به هسته قرار بگیرن. اگر وارد هر کدوم از لایه ها بشیم، تو شکم هر لایه یه تعدادی زیر لایه هست، تو شکم هر لایه چند تا زیر لایه هست به تعداد شماره N اون لایه. اگر تو لایه یکمی یه زیر لایه داریم، اگر تو لایه دوی دو زیر لایه داره، اگر تو لایه سهی سه زیر لایه داره، اگر تو لایه هفتمی 7 زیر لایه داره. پس تعداد زیر لایه های هر لایه برابر با شماره N اون لایه است. حالا در داخل هر کدوم از زیرلایه‌ها یا ترازهای انرژی فرعی یه تعدادی الکترون قرار گرفتن. دو تا فرمول یاد گرفتیم: تعداد الکترون‌های هر لایه از رابطه 2N2 به دست میاد، تعداد الکترون‌های هر زیرلایه از رابطه 4L به علاوه 2 به دست میاد، که به راحتی میتونید تشخیص بدید تو هر زیرلایه‌ای چند تا الکترون جا میشود. مهدیه میپرسه که اولش گفتین هر چی بریم لایه بعدی یکی به N اضافه میشه. بله، همون N1، N2، N3، N4، N5، N6، N7 شماره هر لایه. خب شما وقتی عملا هر لایه رو بری بعدی، خب یه دونه شمارهش عوض میشه دیگه، میشه شماره بعدی، شماره بعدی. درسته؟ میشه یه مثال برای فرمول اولی هم بزنید؟ چشم فرمول مثال میزنید. بچه ها میگن برای فرمول اولی مثال بزنید. اینجا رو یه دقیقه نگاه کنید، منظورشون فرمول 2N2ه. میگن برای 2N2 مثال بزنید، برای 2N2 مثال بزنید. نگاه کنید اینجا رو، من اگر 2N2 رو مثلا بیام برای لایه مثلا همین خانوم نگار که آخرین کامنتو گذاشته، دمشون هم گرم، گفته استاد چقدر عالی تدریس. خانوم نگار یه عدد بین 1 تا 7 بگو. یه عدد بین 1 تا 7 بگو. 4. مرسی. ما مثلا رابطه 2N2 رو میخوایم برای لایه 4 بررسی کنیم. همه حواسا به من. میخوایم 2N2 رو برای لایه 4 بررسی کنیم. لایه 4 یعنی به جای Nش بذار 4. اینجا رو نگاه کن. خب توی این فرمول من 4 میذارم، میشه 2 در 4 به توان 2. بچه ها 4 به توان 2 میشه 16، 2 تا 16 تا میشه 32 تا. درسته؟ حالا بریم سراغ لایه 4. بچه ها لایه 4 مگه 4S و 4P و 4D و 4F نداره؟ همه موافقن؟ لایه 4 روم یعنی 4S و 4P و 4D و 4F داره، درسته؟ بله، همه موافقن؟ تعداد الکترون های S 2 تاست، تعداد الکترون های P 6 تاست، تعداد الکترون های D 10 تاست، تعداد الکترون های F 14 تاست. بیا این الکترون ها رو با هم جمع بزنیم. 14 با 10 میشه 24، 24 با 6 میشه 30، 30 با 2 میشه 32، یعنی میرسیم به همین تعداد الکترونی که ما با فرمول به دست آوردیم. 32 اینجا جمع 2 و 6 و 10 و 14 میشه 32 تا. همه فهمیدن چی شد؟ دمتون گرم. ماشاءالله. عالی شما، عالی. بریم سراغ یه تست کنکور خیلی سخت از همین قصه مدل کوانتومی. بریم سراغ
اولین تست سخت از مبحث مدل کوانتومی از بین تستای کنکور سراسری همین سالهای اخیر. گفته حد اکثر گنجایش دورترین زیرلایه هسته در لایه پنجم. وایسا همین تیکه میشه تیکه اول سوال ما، دورترین زیرلایه هسته، دورترین زیرلایه هسته در لایه پنجم. قسمت دوم داره در مورد حداکثر گنجایش دومین زیرلایه، لایه‌ای که تنها دو زیرلایه دارد صحبت میکنه. پس اینجا دو تا زیرلایه به ما معرفی شده، یکی این یکی هم این. بریم در مورد اینا صحبت بکنیم و پیداشون کنیم. اولی گفته دورترین زیرلایه هسته در لایه پنجم. بچه ها لایه پنجم، لایه پنج چه زیرلایه هایی داره؟ 5S، 5P، 5D، 5F، 5G. همه موافقن؟ گفتیم که لایه پنجم 5 تا زیرلایه داره دیگه، درسته؟ لایه پنجم 5 تا زیرلایه داره، دورترینش میشه همون پنجمیش. یعنی کی؟ یعنی 5G رو داره میگه. یه بار دیگه، دورترین زیرلایه هسته در لایه پنجم. اول اومدم لایه پنجم رو آنالیز کردم، طبق چیزی که از بالا یاد گرفته بودم لایه پنجم باید 5 تا زیرلایه داشته باشه. 5S، 5B، 5D، 5F، 5G، 5G، پنجمیش میشه 5G. یعنی در واقع این 5G دورترین زیرلایه است در ساختار لایه پنجم. این تیکه اولش رو همه فهمیدن؟ تیکه اولش رو همه فهمیدن؟ مرسی به این کلاس، ماشالله ماشالله. بریم سراغ قسمت دوم سوال. قسمت دوم سوال میگه دومین زیرلایه، لایه‌ای که فقط دو تا زیرلایه داره. خب یه دقیقه اینجا رو نگاه کن، مگه ما نگفتیم تعداد زیرلایه ها برابر شماره لایه است؟ برابر شماره لایه است. ما وقتی میخوایم یه زیرلایه باشه که فقط دو تا زیرلایه داشته باشه، پس لایه دو رو کار داریم دیگه. یعنی داره راجب لایه دو حرف میزنه. لایه دو یک، ببخشید، دو اس و دو پی رو داره، درسته؟ لایه دو دو اس و دو پی رو داره. موافقین؟ همه موافقن؟ ماشاءالله. ببین چند نفر جلو جلوتر از من جواب درست دادن. کلاس یعنی این. ماشاءالله، باریکالله، باریکالله، باریکالله. یه بار دیگه قسمت دو رو بگیم. دومین زیرلایه، لایه‌ای که تنها دو زیرلایه دارد. کدوم لایه است که فقط دو زیرلایه داره؟ خب لایه دو. اگه میگفت لایه‌ای که فقط سه تا زیرلایه داره میشد لایه سه. لایه چهار فقط چهار تا زیرلایه داره. لایه پنج پنج تا زیرلایه داره. لایه شش شش تا زیرلایه داره. لایه دو دو تا زیرلایه داره دیگه. پس لایه دوه که دوتا زیرلایه داره. ما هم با لایه‌ای کار داریم که دوتا زیرلایه داره. حالا گفته دومیش. خب دو اس اولیشه، دو پی میشه دومیش دیگه، درسته؟ اینم دومیش. پس یعنی ما الان میفهمیم قسمت شماره یک و شماره دو به ترتیب منظور 5G و 2P، درست شد؟ 5G و 2P. گفته که حد اکثر گنجایش اولی سه برابر دومیه. بچه ها گنجایش جی چند تا بود؟ گنجایش جی چند تا بود؟ گنجایش جی چند تا بود؟ جی دقت کنید، جی 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 جی، بریم بالا، بریم بالا. اینا همین جاست، بالا سرمونه اینا ها. جی رو یه بار دیگه نگاه کن، جی 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 18 تا، درسته؟ جی جی محسن این رفت، مشکل نداره؟ جی 18 تا، درسته؟ پس جی رو میزنم، گنجایش 18 الکترون. پی، پی رو به من بگید. پی 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 چند تا الکترون جا میشه؟ آره کلا 6 الکترون. پس نسبت 18 الکترون به 6 الکترون میشه 3 تا. پس نسبت گنجایش الکترون، این گفته که 3 برابره. بله این جمله درسته. این تست سختی هم از کنکور سراسری بوده ها.
تست سختی از کنکور سراسری بوده، یعنی تسلط روی همچین تستی خیلی هم کار آسونی نیست. خیلی خوب، بچه ها تست کنکور سه رو میخوام وقت بدم، شما یه 10 ثانیه یکم بیشتر 30 ثانیه یه دقیقه روش فکر بکنید بعد با هم حلش کنید. یه دقیقه فقط یه چیزی در موردش با هم مرور کنیم. گفته تعداد الکترون هایی در اتم اکسیژن. اولا عدد اتم اکسیژن عدد کوانتومیش 8ه، یعنی عنصر شماره 8ه که مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی، عدد کوانتومی اصلی N، عدد کوانتومی فرعی L، درسته؟ برابر 3 است. 50% همین تعداد ولش کنید. بذارید اینو من خودم باید توضیح بدم. ممکنه خورده کارتون رو سخت بکنه. الان در مورد این صحبت نکنیم. یعنی این در واقع مبحث اصل آفبار رو بگم بهتر میتونید حلش بکنید. بعد برگردیم بریم اون تست رو حلش بکنیم، یعنی با درک بهتری بتونیم حل کنیم. استاد جزوی حل شده میفرستی اونسان؟ بله قطعا. لطفاً تست رو بیارید تا اسکرین بگیریم. بفرم البته که پرشده جزوی هم براتون میذارم. استاد چی که هنوز توش الکترون ند؟ نه 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 مهدی جان، آقا مهدی اکبری، وقتی میگه گنجایش اصلا کاری، آقا من یه بار دیگه این کلاسمون رو مثال میزنم. کلاس ما 20 تا صندلی خالی داره، 12 نفر توش نشستن. میپرسه گنجایش این کلاس چند برابر گنجایش کلاس بغلیه؟ گنجایش یعنی بیشترین تعدادی که توش جا میشن، یعنی تو باید کل اون 20 تا صندلی رو در نظر بگیری نه اون 12 نفری که توش قرار گرفتن. گنجایش یعنی اونقدی که توش جا میشوند نه اونقدی که الان توش هستن. آقا اینو کنار جزوت بنویس، اینو کنار جزوت بنویس همین الان، یه کاغذ کتکار اگه دم دستته اینو یادداشت کن. گنجایش یعنی اونقدی که توش جا میشود. خیلی زبون خودمونی هم میگم که بعدن هم که میخونی خودمونی یادت بیاد. گنجایش یعنی اونقدی که توش جا میشود نه اونقدی که توش هست. بنویس اینو، بنویس گنجایش یعنی اونقدی که توش جا میشود نه اونقدی که توش هست. عادت ندارم الان، ولی چه قور اذیت میکنم محسن. الان کدومی؟ والیوم. خب اوف. خب بیا اینجا یه بار دیگه به خاطر اهمیت زیاد این تست، مدیون فکر کنم به خاطر چیز دیگه، به خاطر اهمیت زیاد این تست من این تست رو یه بار دیگه مرور کنم، این جمله رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم. بچه ها ما لایه پنجممون 5 تا زیر لایه داشت. آقا لایه دوم 2 زیر لایه، لایه سوم 3 زیر لایه، لایه چهارم 4 زیر لایه، لایه پنجم 5 زیر لایه، لایه انم n زیر لایه، لایه هر چندم همون چند تا زیر لایه. هر یعنی لایه شمارش هر چی باشه همون تعداد زیر لایه توشه. شماره لایه هر چیزی باشه همون تعداد زیر لایه توشه. پس وقتی میپرسه تو لایه پنجم، یعنی ما تو لایه پنجم 5 تا زیر لایه داریم. ما تو لایه پنجم 5 تا زیر لایه داریم. حالا چه زیر لایه هایی داریم؟ 5S و 5P و 5D و 5F و 5G. وقتی که قسمت اولش میگه دورترین زیر لایه هسته در لایه 5G، خب دورترینش دورتر از همه میشه این 5G دیگه. پس این قسمت اول که ضمناً میدونیم تو G 18 تا الکترون جا میشه، توی جی 18 تا الکترون جا میشه. قسمت دوم میگه دومین زیرلایه‌ای که تنها 2 زیرلایه دارد. خب کدوم لایه است که 2 تا زیرلایه داره؟ لایه دوم، یعنی
دو اس و دو پی. لایه دوم دو اس و دو پی، دورترینش میشه دو پی. تعداد الکترون‌های موجود در پی 6 تاست. 6 تا، پس این 6 تا الکترون بالام که 18 تا الکترون، نسبت 18 به 6 برابر با 3. درست شد؟ مشکلی نیست. خیلی خب بچه ها، من تمام صحبت امروزمو کردم واسه نتیجه گیری خوشگل بحث امروزمون توی اصل آفبا. نتیجه گیری خوشگل بحث امروزمون توی اصل آفبا. توی اصل آفبا بچه ها در واقع به ما یاد میدهند که آن کسی و آن زیرلایه‌ای زودتر از الکترون پر می شود که همون جمله‌ای که بالا گفتیم، سطح انرژی کمتر و پایداری بیشتری داشته باشد. پس کل اصل آفبا رو اگر بخوای توی یه جمله خلاصه بکنی، اصل آفبا رو اگر بخوای توی یه جمله خلاصش بکنی، زیرلایه‌ای از الکترون زودتر پر می شود که سطح انرژی کمتر پایداری بیشتر داشته باشد. طبق اصل آفبا، طبق اصل آفبا، الکترون ها تمایل دارند در زیرلایه های قرار بگیرند که سطح انرژی کمتر و پایداری بیشتری دارد. در واقع این نکته شماره 1 تعریف اصل آفباه. تعریف اصل آفباه. نکته 2 میگه هرچی N به علاوه L برای یک زیرلایه کمتر باشه، سطح انرژی اون زیرلایه کمتره و پایداری اون زیرلایه بیشتره. حالا بریم ببینیم یعنی چی. بچه ها شما به من جواب بدید، اگر قرار باشه من طبق این چیزی که اینجا نوشتم، اگر قرار باشه من طبق این شکلی که اینجا نوشتم، جزوه امروز خیلی مهمه، حتما پرشده شو بگیرید، به شدت بخونید، برای جلسه بعد آماده باشید. من طبق چیزی که اینجا نوشتم، یعنی زیرلایه هایی که اینجا نوشتم، قرار باشه این زیرلایه ها از الکترون پر بشن، خب از همین اول شروع میکنن پر شدن. یعنی اول یک اس، بعد 2S و 2P، بعد 3S و 3P و 3D، بعد 4S و 4P و 4D و 4F، بعد 5S و 5P و 5D و 5F و 5G، بعد 6S و 6P و 6. به همین ترتیب میرن جلو. این میشه ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته. یعنی نزدیکترین زیرلایه به هسته کیه؟ 1S، بعدش کیه؟ 2S، بعد کیه؟ 2P، بعد کیه؟ 3S، بعد کیه؟ 3P، بعد 3D، بعد 4S، 4. اینا میشن ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته. ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته. تکرار میکنم، ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته. یعنی باید از هسته دور باشه. یعنی چی آیدا جان؟ منظورت چیه یعنی باید از هسته دور باشه؟ ما داریم الان راجع به فاصله صحبت میکنیم. الان داریم راجع به ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته صحبت میکنیم، اما ملاک اصل آفبا این نیست. اگه از ما بپرسن ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته چیه، ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته چیه، میگیم 1S، بعد 2S و 2P، بعد 3S و 3P و 3D، بعد 4S و 4P و 4D و 4F، بعد 5S و 5P و 5D و 5F، بعد 6S و 6P و 6D و 6F، و بعد 7S و 7P و 7D و 7F. این میشه ترتیب فاصله زیرلایه ها از هسته. اما ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون، این همون چیزیه که بهش میگیم اصل آفبا، و شما تو شیمی دهم یاد گرفتی این ترتیب پر شدنشونه. 1S، 2S و 2P، 3S و 3P، بعد از یه جایی به بعد دوچار بی‌نظمی میشه، 4S و 3D و 4P، بعد 5S و 4D و 5P،
بعد 6S و 4F و 5D و 6P و بعد 7S و 5F و 6D و 7P. این میشه ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون، یا همون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم اصل آفبا، همون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم اصل آفبا. حالا شما باید بتونی توضیح بدی که چرا این اتفاق میفته، این چیزی که الان اینجا اتفاق میفته دلیلش چیه. پس در مورد این ترتیب پر شدن باید به یک چرا جواب بدی، و اصلا هم نباید بگی دلیلش تو کنکور. اتفاقا خیلی خوشگل و ظریف تستش رو میدن و در واقع باری کلا هستی. اگر تو یک کلمه بخوایم بگیم چرا، قصه سطح انرژیه. بچه‌های خیلی خفنی تو کلاسمون داریم ها، امسال بچه‌های خیلی خفنی داریم و این به شدت دست منو باز میذاره که یه کلاس فوق انرژی که بسیار بسیار سطح والا رو با هم دیگه داشته باشیم. قول بهتون میدم با همین روال بریم جلو، خیلی از تستای المپیاد رو سر کلاسمون حل میکنیم. و یه چیزی بهتون بگم، بعدن تو جلسات بعدی دونه به دونه با آوردن تست بهتون اثبات میکنم که سوالای سخت کنکورهای سراسری همون سوالای المپیاده. سوالهای المپیاد سالهای قبل رو برمیدارن تبدیلش میکنن به تست چهار گزینه‌ای کنکور، میذارن تو کنکور سراسری. وقتی کلاس اینجوری باشه، انقدر پر انرژی و انقدر باسواد، من وقت میکنم علاوه بر اصل درس که میدم برم رو در واقع تست‌های مشابه سازی شده المپیاد هم کار کنم که درصداتون به شدت میره. یعنی قول میدم با همین سطح کلاس ما حتما یه تعداد قابل توجه رتبه‌های زیر 1000 خواهیم داشت تو این کلاس. ماشاءالله. باری کلا سارا، دقیقاً همینطوره که جلسه بعد حالا شروع جوی صحبت می‌کنیم. زیرلایه‌های جی او اچ آی لازم نیست اینجا بنویسیم؟ نه دیگه لازم نیست. چرا داخل ترتیب فاصله زیرلایه الکترون از هسته زیرلایه جی او اچ آی رو ننوشتیم؟ چون گفتیم بچه‌ها یه بار واسه همیشه میگم زیرلایه جی او اچ آی از الکترون پر نمی‌شود. زیرلایه جی او اچ آی از الکترون پر نمی‌شود. ما فقط داریم در مورد زیرلایه‌های صحبت می‌کنیم که از الکترون پر می‌شوند. کلاس پروژه یادگیری بیشتری داره قطعا، همینطوره با هم دیگه میترکونیم انشالله. چرا مریم محمدی جواب سوالتو گرفتی؟ مریم محمدی آفرین سارا، جمله سارا بهترین جواب واسه سوال مریم بود. میگه وجود دارن ولی از الکترون پر نمیشن. بله، وجود قصه همون 8 تا صندلی خالی سر کلاس، منکر وجودش نمیشه بشیم. وجود دارن ولی از الکترون پر نمیشن. بچه ها درس رو یه جایی قطع کردم که عملا دیگه نه ربطی به قبل داشته باشه نه ربطی به بعد. جلسه بعد بدون هیچ پیش نیازی ادامه میدیم. جلسه بعد میخوایم اصل آفبا رو تیکه و پاره کنیم با هم دیگه، اصل آفبا تمام نکاتش و تستای خفن جلسه بعد بر اصل آفبا. عاشقتونم، بسیار بسیار کلاس باحالی بودین، دمتون گرم. جلسه بعد میبینمتون. خدافظ.